سلام و درود خدایان بر شما دوست. امروز میخواییم بریم پیش خیلی از یوتیوبرها و استریمرها توی این ولاگ تهران. حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. امروز اول میخواییم بریم پیش یک عزیز که اصلا واسه اون ما آمدیم اینجا و فردا هم اینجاییم، شاید پس فردا هم باشم به خاطر اینکه پس فردا شاید بخواهم برم پیش یک عزیز دیگر. امروز خیلی از یوتیوبرها و استریمرها رو میبینیم. بزرگتر من میتونم از شما یه سوال کنم؟ توی این همه سال که شما زندگی کردی، بیشترین چیزی که ارزشمندی چیه؟ یعنی توی زندگی پول یا یه سری مثلا چیزهای مهربونی، محبته؟ چند تا میشه، یکی همین محبت از همه بهتره، یکی میشه نجابت، یکی میشه حالا نمیدونم سوالت درباره زناشوییه دیگه. نه، این همه چیزی که از مردم دیدی، آخرین چیزی که به قولی میمونه چیه که توی به قولی خاطره ها میمونه؟ نجابت، یکی نجابته، یکی مثلا من الان پیش خودم بچم چون دخترونه مثلا مدرسه بود، راهنمایی میگفتن کسی ما نهیدیم اینجوری مثلا با حجب و حیا باشه، حیا داشتن، حیا خیلی خوبه. حتی برای پسرا و مردا اونا چی؟ در باره چی؟ این که بیشترین چیزی که میتونم به بقیه بدن چیه؟ محبت، صداقت. تنها چیزی که برای آدم میره واقعا همون نجابتی که میگم و درست کار کردن. من مثلا خودم در کار خودم درست کار میکنم، چون هم نمیخوام مثلا مشتری ناراضی باشه. اصلا مال دنیا برام ارزش نداره، خب میتونم خوبی میکنم. مثلا پدر من، مثال میزنم، پدر من همسایه ما بهش بدی کرده، مثلا اومد زنه مرد، مرد تنها مون، بچه داشتم، بچه ها نمیمدن سر وقت، پدر من میبردش همون، میبردش مثلا غذا بهش میداد، میبردش مریض میشد، میبردش دکتر. ببین همه این کارا رو میکرد، در اصل اون یه کارایی کرده بود. به این اگه بخواست اونم در جوابش این کار بکنه، این چی دیگه میشد؟ جنگ ایران و عراق. ولی طبعا این برعکس، مثلا این باش خوبی میکرد، او بهش بعدی کرده بهش خوبی داد. من پک بزنم. برو بگیم با آسینا خیلی چاکرم. پک رو بزنم خدا وکیلی تیم آفتوی که بزن بهتره. یا اول بزن بر خودم نگیدم از اینجا بگیم کیه لوزانو هست؟ سیجر سه تا دوه، سه تا بود دیگه انتخابیه ارس. آقا این گفت، این به ما آقای اسامو خان گفتش که من میخوام شام بدم. والا ما اینجا آقا شما خبری از شام میبینم؟ فقط دارم کیک میبینم، من دارم کیک میبینم اینجا. فقط ایشون از اصفهان، من از مازندران اومدم. بعد ما الان اینجا خودشون نه، خود میزبان نیست، ما رو فرستاده، زنگ زده من گفته که آقا تو برو، اگه کسی اومد اونجا باشه، خیت نباشه. بقیه همه از تهران، ببین دو نفر از شهرستان اومدن زودتر رسیدن. آقای اسلام خان خدا بزنه گردنت. اینجا میگم قهوه میخوایم بگیریم به حساب آقای حسام خان، به حساب تو، تو بعد حساب بکنی ما رو دعوت کردی جناب عالی میزبان. ایشون میخواد قهوه بگیره، ایشون که هیچ روش حساب نکن. عمرن یعنی عمرن پول بدیم ما در نفر دیگه، منو دعوت کردی. من دو تا شام میخورم به خاطر اینکه چندین نفر معرفی کردم و مدیر برنامه بودم. ایشون هم که اولین نفر رسید، اصلا هیچ وقت هیچ نخورد. یه بار دیگه خدا وکیلی بگو بابا چطوری تو فیفا بازی میده؟ آقا اس بی سی ها رو نها کنی، اولی رو نچیده. اصلا اس بی سی نچیده هست تو سرزی، نها کنی کل بودجه رو این کارتو خریده. بابا هریکین 91 که بهتر از کارت گل بشه، بابا من با همین ترکیب از دیویژن 9 رسیدم دیویژن 7-6.
الان بذار تا آخر این داستان من تیم تو ببین چیکار میکنم، دگرگون میکنم. الان چیکار داری میکنی اونجا؟ دیر اومدی تو؟ داداش گفت تا 5 دیگه، نگا دو دیر اومده. چرا داداش بعضی ها دیر اومدن؟ بعضی ها دیر اومدن. آیه آقا اینا مال کیه؟ سرویس کردیم تو گامن به آقا آبرو چی شما تاج سر من؟ اون ویدیویی که من با ایشون گذاشتم همه کامنت گذاشتن سوید به اندازه کل ویدیوهای تو پشت تو داره پشت خیلی باید اینجا با ادب باشی؟ جدی کیا؟ کیا اولی مارو تو رو بینم آدم سرویس ساعت 5:30 همه اومدن، حسام نیومد که میزبانه، یعنی ریدی آقای حسام خان. شما فقط این صحنه رو داشته باش. چطوری؟ کجا بودی آقا تو حالا؟ بنده دهنم سرویس شد. شیرینی ساعت چند میتونم؟ ساعت چنده جدیه جی؟ ساعت چنده؟ 6 ساعت. به ما گفت که اینجا باشه؟ 2 به آقای مچس حسام، هی کچلوارت تو ساده رسمی درسته چرا میرندی؟ چیه؟ هر کی رفت بیرون این کارتا رو میده بهش میزنه روی یکی. خب چی میشه با؟ دستبندی کنید شما یک توضیح بده من چجوری از آقای احمد آقا مهدی فیس گفتی اولی ماری اون دیگه بازی میکرد پشمان ریخته بود استرس نداشتی اگه داشتی داشتی خوب کنترلش میکرد آقا من اولین نفر رو حد زدم حالا ما اسپویل نمی کنیم آره بیشتر آره تصویر بیشتر نمیدارم آقای محترم ساعت چنده؟ 8:30 کی شما قرار بود اینجا باشید؟ 5:30 قرار بود اینجا باشید 5:30 قرار بود اینجا باشید 12 قرار بود من کجا باشم؟ خونه من کجا رفتم؟ میای امشب دیگه امشب برنامه قرار بود تا ساعت 10:30 تموم بشه ساعت 8 رو بندازم کیا بده یه ویدیو رو به حسام چه نمره ای میدین از بازیش 0 2 به من چند میدین دوستان اولین بازی دو سیب چه چرا نخوردی سیب سیب مریضم بودی اشکال داره سایلم خوردم مگه لاشخوری؟ قیافش معلوم نیست که بیا بالاتر سایی لاشخور از سر لازانیا زندگی رو بسیشم صدقا بشی چی کار میکنی؟ واقعا میرم شما ولی گریه میکنم خدایی یه ویدیو میسازم ویو بخوره اونم چی کار میکنم جدی؟ صدقاشی تو خواهی صدقاشی چی کار میکنم؟ میشه دوست خود بخند صد کا شدم واقعا صد آقا ما به شما کاری نداریم دوست عزیز بروش بیرون شما بخواهم شما چی با من صد کا شدیم با ایشون دارم ساعت میخواهم تنینی آقای مهدی سب دستشویی هم بادا واقعا سب دستشویی ولی اگه صد کا بشم باز خودم یه جفت نایک اورجینال میخواهم الان مگه نمیتونی بخند نایکی الان مگه نمیتونی بخری از اون خوبا این خوبا این خوبا احمد رفت نان که خوشینا خریده چرا؟ واسه فوتسال اما دوست داشت خرید چی کار داری تو؟ توی کینگ صدکا باشه چی کار میکنم رو داره؟ نه نه شنده خودش نه هیچ کاری نمی کنم اون تنها داداش اون تنها خوشحالش اینه که من خوشحال باشم میدونم بابا آقای سمه اصلا شما بیجاد شما صدکی بشی چیکار میکنی یوتیوب ازدواج چیز مدت دار دیگه نه آقا سوهل صدکی بشه یه فیت با هم میدیم با بیت 2-4 ادیت امیره میکنه آقا بیجا کینگ سلمان بک وکال احمد رضا صدکی بشه چیکار میکنی من جدی صدکی بشم همینجوری به زندگی خودم ادامه میدم فرقی نمی کنه مگه میشه مگه میشه ببین من صدکی بشم وقت نه خونه رو ول میکنم من مثلا میگم من یه ویدیو میذارم یه ویدیو میذارم فقط توش گریه میکنم همه همین هم فکر کنم خودت صدکی بشی چی کار میکنی؟ نه نمیدونم نه شاید واقعا ماشین ایران میمونی؟ آره بابا دیون آفرین آقا این آدم چیزی نداره تا صدکی شده آه سوید بود سوید بود سوید بود سوید بود سوید بود در صفحه در چی داره میچه؟ چی داره میچه؟
مرسی جان، خدا نگهدار. خدا نگهدار. به ما رسیدیم زمین فوتبال و قراره که اینجا یه سری چالشایی رو انجام بدیم. جا اول فصل که قطعا ویدیوش تا الان اومده و حال کردین، ولی قبلش من میخوام بهتون نشون بدم که زمین کجا بوده. ساعت 9:21 است. آیه حسام سمسنو باید ساعت 9 اینجا می بود. من تو زمین چمن هستم دوستان، اما از اونجایی که ایشون تجربه مزخرفی داره توی دیر رسیدن و دیر کردن، ما باید صبر کنیم. آقا من رسیدم زمین چمن، این یارو اصلا رفتم کد رزرو میخواستم بهش نشون بدم، برو تو خود. ولی تاجی اومدین تو، شما دیگه در رو ببندین پشتتون، چون اینجا جای تماشا چینا داره میان میشینن. یه چیزی شکار کردم رو داری میبینی اون ته، این آدمک های چیزه، از این آدمک که ضربه کاشته میزنیم، ما میخواییم اونو ورداریم، احتمالا با اونم یه حرکتی میزنیم، حتما واسه تون ویدیوشو میذاریم، احتمالا بذاریم مثلا کوش دوربین مثلا اینجا بذاریم، بعد کاشته بزنیم از روش، ولی نمیدونم ویدیو شورت میشه یا اینکه ویدیو بلند میشه. البته من به نظرم باید این بر چیز کنیم، به خاطر اینکه آفتاب داره از پشت سر میزنه و اینجا وایسیم رو به دوربین بخوایم نگاه کنیم، اینجا خیلی خوبه. بله، و چیزی که اصل این چالشه و خیلی هم مهمه و واسش هزینه شده اینه، این کارت ها، 22 تا کارت. ببین الان نکته ای که هست، ما باید کل دروازه رو، یعنی این تناور رو الان میبینی آویزونه، این تناور رو اینجا باید فکر کنم 3 تا ردیف کنیم و کارت 22 تا کارت، این کارت ها رو باید اینجوری با فاصله تو 3 تا ردیف بذاریم و به قولی نمیدونم ولی باید چیکار کنم، باید بچه ها بیان کمک. اینجا یه کار فقط 7 تا چتونستم بذارم، باید وایسیم بچه ها بیان چاقو بیارن بقیه‌اش هم بذاریم، ولی ببین چی داره میشه. الان 7 تا کارت سمت چپ ای رونالدینیو چرا پشت کردم، آقا رونالدینیو سمت راست آقا کافو و یه سری بازیکنای دریوریو که آیکون نیستن و گذاشتم وسط، حالا این بالا هم پر میشه، این بالای بالا هم پر میشه. دوستان ساعت 10:10 ساعت 9 قرار بود شما اینجا باشی، خب یه سانس میگرفتی هر حسابی. ببین شما اگه چیز کردی فرق میکرد اصلا 7 بود. یاک دوست عزیز، نظرت راجع به دروازه چیه؟ نظرت راجع به دروازه چیه تا الان؟ به قرآن عکسشو میدیم ادیتور بذاره. عکس کیو؟ مثلا اگه 1 دهم اینم باشه این شه. یه مش عربی خورد. آقا این چرا طبیعی زده بود؟ ایناش اوه اوه ریشوت بزن، توپ نداد. توپ نگرفته من دوست. این وسطشو باید کامل کنم. نکن مسیو میبینی؟ و یکم بعدیش اینه که خیلی میچرخن. من اینا رو باید دوور میگرفتم. نظرتون چه اتفاقی افتاده؟ تموم شده، ما قرار بود ساعت 9 بیایم اینجا و این آقا قرار بود 2 تا ویدیو بگیریم با هم. قرار بود 2 تا نفری بگیریم، ولی چی؟ نفری یه دونه گرفتیم توی 3 ساعت. خدا بگیر منو ریزه، من کمالگرام. 4 تا میگرفتیم دیگه خیلی چرت و پرت میشد، همینجوری هم راضی نبودم من. قرارگام شو بابا، راضی نبودم. اسکل منو آقا برداشته آقای امچس از مازندران آورده دیروز شبکه 4 از مازندران من آورده ساعت 3 من کافه بودم. بله تا ساعت چند؟ 12 میشه 9 ساعت. دوستان تا حالا سمستون رو از بکگراند دیده بودین؟ از پشت سمستون ایز بک حسام از پشت دروغه. اومدیم کافه آقای سمستون، چه اتفاقی افتاد این کافه؟ بچه آوردمش این بنده خدا رو کافه زدیدیم بکسن کافه. کافه پلومپه، پلومپ کافه رو پلومب کرده، نمیدونم میبینین یا نه، با اختیاری دو بارم زدم پلومبش کردم. آقا الان چی کار بکنیم؟ ما تکلیفمون چیه اینجا؟ پیاده یه دقیقه چجوری باید بریم؟ اینوری باید بریم. های سمستون چه اتفاقی افتاد؟ آقا ما دوباره کافه انتخاب که میرفتیم دیدیم اینجا کافه سوپری بود، اشتباه داریم دوباره پایین کرد. بالاخره به موفقیت رسیدی آقای سمس. من از همین الان دارم میگم اینجا من پول ندارم، نیستم دارم اشاره میکنم. منوشو اسکن کن، بذار اسکن کنم منوشو اسکن کن. اینجا خیلی یه ذره زیادی چیدمان شده آقای اسکن خان، من احساس میکنم ما اومدیم اینجا رو به هم بریزیم. نه آقا محترمانه رفت میشه.
خداحافظی نظر شما چیست؟ چی بود مامست این نفت؟ این چه عبود؟ این چه عبود اصلا؟ آسد کمم بشنیشون خرید و یه قلوب هم نخورد ما خوردیم تبلیغ کن مازشون آجی ناموسن چون آقا ما چقدر زایوازی بودیدیم آقا همه چیست؟ آقا امیر گل زحمت کشید امروز قربونت برم مهتی جان امیدوارم ولاگ 10 از 10 بشه لذت آره خلاصه آقا ما دیگه میریم و پیش شما دیگه نمیام حاجی دیدی گاتوری اینو از پشت میزنه واقعا اینجوری میذاره میگن هیچ وقت به موقعیتت مغرور نشو چه ناجی میخواستم بگم واقعا حرفی نشم دوستتون دارم دوستان عکس بچه ها بگیرید ازم تگم کنید تو یوتیوب تگم کنید تو اینستا آه خدا بس ما دیگه هم دیگر نیبید چرا؟ شما رو نمیبید اینجوری بگیری همه اتفاقا پیش میاد خیلی خوب دوستان اومدیم با سام صابری آقای سام صابری اولین رفتیم تو ایسپاز رسی مرسی یه هنوز ایسپازرسی داریم نه حاجی اینا ها به خاطر اسرائیل و این داستان ها یه عالمه ایسپازرسی میذارن الان یه ماه خیلی دارن سخت میگیرن آره یه ماه الان دارن سخت میگیرن من اصلا حاجی قیافه من همیشه اینجوریه که همیشه من رو نگر میدارن حاجی من تو هر ایسپازرسی اصلا نمیشه من ایسپازرسی میرم چیزی میزنه فقط با هم میگیم میخندیم ماشین هم نمیگردن میگم برو بیافم این معصومه حاج مهدی چه خبر؟ تعریف کن ببینم حاجی ما داریم یه ولاگ میگیریم واسه سام توضیح دادم شما توی ولاگ ما هستی افتخار داد ساعت 11 خورده‌ای قراره یه وسیله من سفارش داده بودم شما من قرار بود من بیام از تو بگیرم ولی... من زودتر میفرستم ولی سام اومد دنبال من ساعت 11:30 شب این خیلی ارزشمند آقای سام جدای حالا شوخی کلن سام نسبت به اون چیزی که جلوی دورمون نشون میده بیشتر چیزه به همه کمک میکنه اینو جدی میگم آجی یه چند تا سوال میخوام بکنم موکرت هم اصلا میشه تو با همه خیلی راحت صمیمی میشی یعنی از همون اول گرم میگیری و اینجور داستان ها تو حالا شده از این طریق مثلا صدمه ببینی یا آسیبی وارد بشه نه راستیتش واقعا نه ببین من خودم اینجوری هم که میتونی دلی هم میدونی چی میگم بعد چون اینو توی خودم این چند سال واقعا کار کردم و جذابه بدونی وقتی تو توقع تو از آدم ها میاری پایین خب مثلا من آقا یه عالمه کار برای یارو میکنم بعد تو وقتی خود ناخودآگاه واسه یکی کاری انجام میدی توقع داری مثلا اون یارو زنگ بزنه یه بار حال تو بپرسه خب ولی من توقع اون زنگرم ندارم میگم یارو سر شلوغه وقتی یاد بگیری که توقع تو از آدما کم کنی قطعا دیگه هیچ وقت از هیچ رفیقی ناراحت نمیشی و اینجوری میشه که مثلا من که الان مثلا میگی عدس کسی ناراحت هستی یا نیستی واقعا نه نیستم عدس کسی ناراحت نیستم و بخوام صدمه ببینم ازش حرکت باحالیه ها من دارم اولین بار حتو میشنوم بعد تو همینجوری یعنی کمک رو همیشه میکنی آره حاجه اون اصلا تو مثلا مهم نیست چند بار یارو ازت کمک بخواد یا نه تو اگه تایمشو داشته باشی بازش انجام من میدی. اگر بتونم کاری رو انجام بدم و از پسش بر بیام حتما این کار رو میکنم مگه اینکه دیگه تو موارد خاص دیگه میدونی چی بهت میگم بدونم یه جایی که آقا یارو مثلا ذاتش اصلا خرابه آها دیگه کمکش نمیکنم اینم همیشه هست خب مثلا تا حالا به همچین آدمی برخوردی اصلا نمیخوام اسم ببری خب میگم تا حالا به همچین آدمی برخوردی یا نه که ذاتش خراب باشه براش کمکش کرده باشن دیگه نه خودت راغب نباشی که دیگه کمکش کنی آره خوردم به طوری همچین قضیه خوردم بعد از اون به بعد این داستانه بود که دیگه این توقع رو بردی پایین آره بگی به من چون این اتفاق ها چیزایی که درس زندگیه میدونی چی بهت میگم تو مثلا به یکی هم خوبی میکنی یا جواب خوبی تو با بدی میده میگه یاد میگیری که هر کسی توقع نداشته باشه میرسی بی هیتر ترین یوتیوبر فارسی مرا با اصلا با حسام یه بار با سام یه بار صحبت کنی قشنگ متوجه این داستان میشی آقا سوال بعدی این سوال فکر نمیکنم تا الان از کسی کرده باشه تا آخر زندگیت یعنی تا اون روزی که حالا دور از جون مثلا قرار بمیریم آره چه کاری رو باید انجام بدی خب ولی هنوز انجامش ندادی و باید حتما انجامش بدی چه کاری انجام ندادم که حتما
بعد خیلی 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 دوست دارم یک بار برم سانتیاگو برنابو رو نزدیک ببینم، باشگاه رئال مادرید. یعنی یه بار بری یه بازی رو ببینیم. برم آره یه ال کلاسیکوی ببینم یا برم اصلا باشگاه رو ببینم. چرا نمیری؟ دوست دارم برم. اتفاقا سال پیشم خیلی تلاش کردیم بریم، ولی خب هزینه‌اش خیلی زیاده دیگه. جدی دور از شوخی مثلا آره بعد مثلا چه میدونم 4 ماه 5 ماه 6 ماه کار بکنیم همه رو یهو بدیم بریم. آقا آخرین کاری که دوست داری توی زندگیت انجام بدی، آخرین کار، یعنی دیگه اینو انجام بدی و دیگه بری. اینو انجام به چیزی بود که از دستم برمی اومد، این بود که فقر رو تو جهان از بین ببرم. نه، همین چیزی که هستی، همین چیزی که هستم. آخرین کاری که دوست داشتم ها این که یا تو بغل مادرم بمیرم یا تو بغل دوست دخترم. آخرین چیزی که دوست دارم اینه که تو بغل مامانم باشم، تو بغل دوست دخترم. تو جفتشون رو واقعا انقدر دوستشون دارم. یه گوشی سوال نمیگردم. چرا؟ نه بابا اوکیه. آخرین کار دیگه دوست دارم انجام بدم، دوست دارم تو بغل اونا باشم. همونجایی که اومدم از همونجا میرم. خب آقا حاجی من سوال خیلی ازت یعنی شخصی ازت کردم. حالا با هم دیگه رفتیم غذا خوردیم و اینا، حالا اونجاهاش نذاشتم. آقا یه سری از بچه‌ها هستن مثلا یه سری ها پدر ندارن، یه سری مادر ندارن، بله. شرایط و اوضاع مالی خوبی ندارن، درسته. دوست دارن مثلا مثل به درجه مثلا به درجه از تام صابری برسن، یعنی شرایط رفاه مالی داشته باشه، بله. حالا مثلا یوتیوب و استریمشو درسته نزدیک کنه به تو. آها. ولی میگه آقا مثلا من نمیرسم به تام صابری، تو چی داری باید به اون بگی که اصلا کارشو شروع بکنه؟ اوکی من یه چیز بهت بگم، خود اسام صابری مگه چی داشت؟ من برمیگردم یه ذره عقب‌تر. متی من از دور دنیا یه دونه کامپیوتر داشتم، اونم باز ممکنه خیلی ها نداشته باشم و دغدغه یه دونه حتی من اون موقع کامپیوتر خاصی نداشتم، یه کامپیوتری که بچه نگیم الان مثلا بای تو که اینو داشتی. خب من از بچگی عاشق این بودم، مثلا چه بودم فامیل داشتیم، کالا داشتیم، نمیدونم مامان بود بابا بود، هرچی بودم یه دونه پلی‌استیشن یا یه دونه کامپیوتر رو همه من دیگه هیچی نمیخوام. خب و بچگی واقعا عشقشو داشتم. عرضم به حضورت که ولی یه سی میخوام بهت بگم، من استریمو با دوربین گوشی شروع کردم، با هات اسپات کردن گوشی شروع کردم، با رفتن از الکتریکی خرید کردن یه دونه LED شروع کردم که نور صورتمو بده، از تابلو نقاشی 50000 تومانی بغل خیابون بگران درست کردم. اصلا برید اصلا استریم های قدیم منو ببینید متوجه میشید من از هیچی اومدم و به خاطر گیم پلی خوبم معروف شدم. اینا آقا درست این چیزی که تو کافه به من گفتی تنها چیزی که باعث میشه اصلا حرکت بکنن که اصلا شروع کنه کارو، میگیری چی میگم؟ همون چیزی که تو کافه به من گفتی، پیشنهادت بهشون چیه؟ یعنی باید به چه درجه مثلا برسه که کارشو شروع کنه و تو اون کار دیگه دامی باشه؟ یعنی مثلا آقا الان ویو ها میریزه یا رو همون اول کار ناامید نشه بذاره بره؟ این خیلی مهمه. من یه جمله دارم میگم همیشه، میگم که ببین توی کار مدیا، توی کار سوشال مدیا، توی کار تولید محتوا بچه ها ممکنه شما هزار تا خب هزار تا ویدیو درست کنید و ویو نخورید، ولی ممکنه هزار و یکمیش برای شما یه جوری خاص باشه و برای مردم جذاب باشه که شما رو منفجر کنه و ترند کنه. تو میگی آقا من 100 تا ویدیو ساختم نگرفت. حاجی شاید 101میش یه چیزی باشه که همه خوششون بیاد معروف شه. آقا مگه این دوستمون که میگفت این واقعیه یا کیکه؟ خب مثال ساده ایه ها. خب این همه ویدیو داشت درست میکرد، اصلا اتفاق نه خودش بود، یهو یه شبه وایرال شد. پس همینه، یارو قبلا 50 تا 100 تا ویدیو درست کرده وایرال نشد، ولی یه شب یهو شد. ببین اون بالا سری باید بهت نگاه کنه، یعنی اینکه نه به لهجه است نه به سن اثر دقیقاً. من به نظرم صداقت باشه، یعنی با مخاطبت صادق باشی، راحت باشی، تمومه. آفرین. بعضا میتی من خیلی آدما رو میبینم میان ادای کسای دیگر رو در بیارن، بیان یه کاراکتر بسازن، مثلا دکتر دیسپکت دیگه نفریه که واقعا تو استریم جهان نفر یکه دیگه، همه هم میشناسنش. تو میای میری اون کاراکتر رو از روش کپی میکنی بسازیش، اون هیچ موفقیتی نداره.
من اگر می اومدم سام صابری ادای کس دیگه رو در می آوردم هیچ وقت اصلا مخشاد معروف نمی شدم. ما اومدم خالص خودم رو نشون دادم، نه ادای کسی بودم، نه شبیه به کسی بودم، نه هیچ چیز دیگه. بعد از من خیلی میتی دیدم، حالا به خاطر اخلاقیات من که میگن خاکی فلانی، خیلی ها رو دیدم که اومدن از روی من و اخلاقیات من تقلید کنن. یک لحظه اجازه بدید کجا حرف بودیم ببخش گفتی که ادای کسی دیگه. بعضا من دیدم بعد از من مادن یه سری استریما ادای خاکی بودن رو در آوردن، ولی خب واقعا نبودن همچین چیزی و به شخصیت خودشون نبود. بعد دیدم فیل شد. آقا تو بیا اون چیزی که خودت هستی و بذار. حالا سام چیکار کنه شروع کنه؟ از هر جایی میشه شروع کرد. من ادیتورهای میشناسم. نه از حوز ذهنی. یعنی ذهنشو چجوری آماده کنه برای این کار؟ یه قانونی هست، شما تو ذهنت میگی آقا همه چی آماده باشه بعد من شروع کنم. دقیقاً. یه قانون آفرین برای همه انسان ها هست. من میگی بذار این بیاد، این بیاد، این بیاد، این اوکی شه من شروع میکنم. اشتباه. هیچ وقت نمیشه. نمیخوام. و توی کارهای زندگی هم همینه. چرا؟ شما میای مغزتو با گفتن این موضوع ارضا میکنی و اصطلاحاً اون دوپامین ترشح میشه تو مغزت. دیدی میگن آجی هر اتفاقی برات میفته جلو جلو به کسی نگو. همین. خب من واسه تجربه مثلا اینو خودم از قصد امتحانم کردم، دقیقاً همینه. آره شوق رسیدن به اون اتفاق ازت میفته. فکر میکنی رسیدی بهش؟ نه بعد بگی. دقیقاً. نگو شروع کن. آقا هر چی داری شروع کن. نشین بگو این بیاد اون بیاد دوربینم بیاد دورم بیاد فلان. کسی که بخواد از زیر پله شروع میکنه میرسی به اون برجه. اینو یادتون باشه. ببین مهمترین کار کلا یوتیوب به نظر من، حالا من در اصل اول خودم رو استریمر میبینم بعد یوتیوبر میبینم، ولی بخوام اگر رو که بهتون بگم که این قضیه باید پشت کار داشته باشه. پشت کار، پشت کار، پشت کار و ایده پردازی خود. و شما بیا یه چیز نوین رو به جامعه نشون بدید. مردم دوست دارن توی اون ویدیو یه چیز جدید و جذاب ببینن. آیسان اسلامی چرا شد آیسان اسلامی؟ چون داشت یه چیز جدید رو به مردم نشون میداد. نمونه بارز از یک آدم موفق پولدار، برند پوش، تیپای خوب فلان و چیزهایی رو به مردم نشون داد که مردم ما ندیده بودن، مثل آمریکا. یه دوربین گرفتن سرش افتاد تو خیابونا تا ریز جزئیات همه چی رو به مردم نشون داد. این اینه، این اینه، این نمیدونم فلان، این برنده، این انقدر پولشه، این انقدر فلانه و مردم براشون جذاب بود. دیدی یه موقع مثلا یه نفر میومد لاکچری بودنش رو نشون میداد به مردم، همه هیتش میکردن. میومد مثلا به مردم نشون میداد که من پول دارم، مردم میگفتن بابا گم شو، مردم ندارن توی این وضعیت شهرداری. حالا اونا دارن از رو آیسان چیز میکنن. حالا آیسان اومد در کمال سادگی اینو به مردم نشون داد که از موفقیت خودم پول در آوردم و دارم اگرم به چهار نفر نشون میدم باعث میشه که اونا هم تلاش بکنن، اونها هم موفق بشن. آقا من خاکی هم، من اینم خب شما دارید منو میبینید، من اینم. واقعیت رو نشون داد، همون شخصیت خودشو که بهت گفتم ادایی که سیه در نهی بود نشون داد. اتحام با همون لحجه خودش، آفرین، با همون حتی لحجه خودش، با گویش خودش. بابا مگه ما دیدش همه همون بریم؟ من یه زمانی شاید خودم توی 16-17 سالگی اینجور چیزها رو مسخره میکردم. این سنه که میاد بالا میفهمی بابا مثلا لحجه و گویش و فلان اش. من الان افتخار میکنم به اینکه به هم میام اونجا من چهار مال بختیاری ام. بچه نمیدونم چی اصلا چیزیه که اصلا... هر کی داشته باشه تازه راحت تر میاد بالا. بعد مردم همیشه بچه‌هایی که تهرانی نیستن با اینکه بچه‌هایی که مثلا با شهرستان هستن انگار توی یه گاردی ان با هم. گارد نداره. ما هممون چه از لحاظ گویش، چه از لحاظ حرف، چه هممون یک اولین چیز مهم انسانیم. دو اینکه آقا جان هر کسی که مال هر شهری هست بهش افتخار میکنه. دلیل نداره تو بیای یه نفر رو مسخره کنی بگی آقا این چه میدونم ازت میخوام ببخشید این حرفو میزنم، این مثلا چه من شهرستانی لهجه داره، این نمیدونم فلانه، این ما من خودم بچه دهاتم، من خودم روش طالقان دهات داریم، یه سرم میرم میام. تازه سه خفرم اینو بگم اینجا برای اولی ما بگم، ما پسر عموی مامبزرگ من شهید سرلشکر تیمسار فلاحیه. خب یکی از خرابانه خیلی خفن زبده ارزم موضوع جنگنده ها و اینا بوده. الان اینا همه مال طالقان هست دهاتی که ما توش هستیم. الان جاده کرج به قزوین شده فلاحی دیگه، اونجا به نام ما. ما آدم های خیلی بزرگ داریم که
عرضم حضورت از جاهای مختلف ایران هم بدانم این همه قومیت های خفن داریم به اینا نیست، همش هم به انسانیت دوست داشتنه. مثلا این چیزها رو من واجد نیستم دیگه، این که مثلا فلان هم این که مثلا میزنم یه مدتی خودم بچه بودم داشتم، ولی سنت که میگذره میبینیم ما همه انسان هم انسان نه خیلی قشنگ صحبت میکنم نه به خدا نه اگه جلو دوری میبینیم من پشتشم به خدا هم میبینیم هست. مدل سام همینه، مثلا جلو دوربین و پشت دوربینش هیچ فرقی نمیکنه، یعنی یه کلمش مثلا جلو دوربین هر چی میگه همونه. یه سوالم من ازت بپرسم، از کدوم یوتیوبر ایرانی بدت میاد؟ اسمشو نگو، نشونی بده، نشونی بده من میفهمم. نصف یوتیوبر باش بده چیزه پسره یا دختره؟ پسره. من حاجی اصلا تالونه سلام علیکم داشته باشید. آجی من هم آره ولی همین جوری کلی دارم. چالشیه. آره. ادا نمیخواد در بیارم. منم کلا این یوتیوبر بدم میاد. منو میذارش خوش خوار بدم. من آقا من شخصیتی شاید مثلا من شخصیتشو دوست دارم. مثلا حالا شاید اون ما رو دوست داشته باشه. آقا شما رو مثلا خیلی سوال بزرگیه. آجی زمانی که ما واقعا توی عرضم به حضور رئال مادرید بود، من اصلا با رونالدو عاشق رئال مادرید شدم خیلی بیشتر، بعدش عاشق سرخیو راموس شدم، ولی اخلاقیاتی من سرخیو راموس هم شبیه هم هست. نرکو رونالدو رو خیلی دوستش دارم، ولی الان مسی. چرا الان مسی ها یعنی چی؟ اون جفتشون بالاخره گوت هست، جفتشون مثلا خیلی خفنن، ولی خب مسی واقعا بخوایم فکر کنیم توی چند سال اخیر بهتر. هر کدوم یه نقطه قوتی دارن، نمیشه گفت این اون چه حسی داره فکر میکنی مهدی؟ هشتومی نه اصلا هشتومی نه ببین یارو هشتا توپ طلا داره، چه حسی داره این قضیه؟ سلام نمیدونم فکر کنم این شب که میخوابه تو ذهنش عادیه احساس میکنم فکر کنم نمیدونم واسه هشتومی شاید به نظرم عادیه، ولی شاید واسه سوم چهارمی عادی نباشه واسهش. اولی هیچ وقت عادی نیست برای اولین بار داریم بازیکن جهان میشی تو 8 سال. من که آجی شوردم در میرم میتونم لوخ واسه تو خیابون اصلا نمیشه آجی نمیتونم ولی من رونالدو رو خیلی بیشتر دوست دارم، مخصوصا میدونی چرا؟ به خاطر گلی که به یوونتوس زد تو چند. آقا یه ایده زد تو سرم، شما به عنوان بزرگتر تو یوتیوب میتونی یه چیز برگزار کنی، یه دی تو به طلا یوتیوبرا هر سال بدی واسه کانتنت فارسی. چیز جالبیه آخه، یوتیوبر بزرگتر از من خیلی داره کلی سن و سال داره، یه همچین ایده باحاله. آره ایده جالبیه ولی باحاله، مثلا هر سال بیام بگیم تو به طلا هشتم سام بهترین کانتنت گیم مثلا مالکی میشه، بهترین کانتنت مثلا فلان مالکی میشه. خب ما یه همچین کاری آقای آرمیشو باز تو مثلا پدر سوخته توی چیز اجرا کنه توی استریم. بعد سال اول این اتفاق افتاد، من اولین سالی بود که استریمر شدم، گفتن او تویچ آوارد میخوایم بزنیم دوبار فلان فلان معرفی، الان اینو میگم یادت بیاد. اون سال من از همه بهتر بودم، بعد ندادم باشی، من اول بودم، خودش هم گفت تو اول بودی مشخص بعد ندادن بهت، بعد اصلا ندادم، بعد مراسمات هیچ برگزار نشد. من اینجوری داشت استوم اینجوری دیگه ها میکرم، تو دقیقا لواندوفسکی 2020 باشی. من ناراحت شدم، الان اون ور بودم ناکد برم یا بمونم باشی ببرید بخارمایید باشه آقا بریم برسیم زیاد چرخیم دیگه، تو هم کار درست در آخر سخنی آقا در آخر حرفی سخنی در آخر بخوام یک کلمه بهتون بگم، اینو به همکارات بگم، به همکارم بگم لطفا خواهشن آها یادم اومد، لطفا خواهشن اینو همیشه یادتون باشه، مردم از آدم های تاکسیک خوششون نمیاد. این تنها نصیحتی که من یوتیوبر میتونم به توی که قرار یوتیوبر بشی یا استیمش تاکسیک نه چه آقا؟ تاکسیک آدم سمی، همه رو مسخره کنه، نمیدونم دقیقا بخواد از مسخره کردن بیاد بالا، از مسخره کردن بیاد بالا، از اینکه با این دعوا کنه با اون دعوا کنه، تو زندگی شخصی این بره تو زندگی شخصی اون بره، هیچ وقت آدم ها از این قضیه بالا نمیاد. شاید یه لیمیت تایمی شما رو معروف کنه خب، ولی اون معروف کردن هیچ وقت موندگار نیست.
اینو یادتون باشه. دم شما گرم.